با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای سعید بهبهانی، من یک جلسه قبل راجع به اصطلاح بحث حج بود صحبت کردم. خبرها خیلی زیاده خوشبختانه در تلویزیون میهن منعکس میشه. قبل از اینکه وارد موضوع بشم، فقط اینجا در رادیو بین المللی فرانسه RFI نوشته بود وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی رضا صالحی امیری در سخنانی در پایان جشنواره کتابخانه رضوی گفت تنها داروی شفا بخش جامعه امروز ایران نه فرهنگ غربی بلکه فرهنگ اهل بیت و در رأس آن فرهنگ امام رضا امام هشتم شیعیان است. من نمیدونستم امام رضا فرهنگ داره. به هر حال شخص خودم رو میگم. وزیر ارشاد اسلامی سپس افسود که به یاری فرهنگ امام رضا باید مفهوم کرامت را در جامعه امروز ایران احیا کرد. او توضیحی در مورد مختصات و ویژگی فرهنگ اهل بیت یا به قول خود او فرهنگ سامن الحجج نداد و حاضران در جلسه را فراخواند تا خود در این باره تحقیق کنند. اما وی گفت که در رأس فرهنگ اهل بیت و فرهنگ امام رضا عمل شهیدی قرار دارد که جان خود را اهدا می‌کند. دعوت به مرگ این مردمانی که بدبخت ها فرزندانشون رو با اون زحمت بزرگ میکنن و میفرستن و اینا قربانی میکنن بدون که یک فرزند آخوند در این داستان ها کشته بشه، حتی مزدورم میگیرن میفرستن. به هر حال دنباله آخر سخن فرهنگ و ارشاد اسلامی در جای دیگه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جای دیگر از سخنان به چالش‌های امروزی جامعه ایران اشاره کرد و گفت که اگر جامعه ایران درگیر مشکلاتی نظیر فساد و بی اخلاقی است، این نتیجه فاصله گیری از فرهنگ رضوی است که باید به گفته وزیر ارشاد اسلامی در جامعه امروزی ایران احیا شود. فقط برای دونستن عزیزان، امام رضا بچه دار نمی‌شد. امام محمد تقی سیاه پوست بود، چون در اسلام این حق همچنان که برای مرد وجود داره که در کنار زنش بره کنیز بگیره به تعداد نامحدود، عیناً به زن هم این حق وجود داره که بره غلام بگیره و در کنار شوهرش با اون باشه. اینو آخونده صداشو در نمیاره. این حق برای زن موجوده در اسلام. امام رضا از این حق استفاده کرد، در همچنان که وقتی زید برده به اصطلاح خدیجه بود که آزادش کرد، داد به محمد برای اینکه وقتی میخواست ازدواج کنه به اصطلاح دوچار سوء زن نشه، چون حق داشت از گوره قبل از اسلام و بعد از اسلام، همون سنت به اصطلاح ما قبل اسلامه که به اسلام هم به ارث رسید. عیناً بالاخره منتها اینجا عقلش نرسید که به یه برده آزاد بده اون کنیز رو، یعنی برده آزادش رو بده به کنیز که کنیز بتونه با اون همخوابه بشه. مرد سیاه پوستی رو داد که یه بار در تلویزیون میهن گفتم بعد امام به اصطلاح نهم شیعیان سیاه پوست بود، مردم زیر بار نمیرفتن، بالاخره رفتن اون سنتی که در قبل از اسلام وجود داشت، جادوگری وجود داشت، به اونم پول داده بود که منم بین این کارگران کار میکنم منتها در فلان جای خونه. اون اومد نگاه کرد گفت مال اون مردیه که اون گوشه داره بیل میزنه. همه دیگه قبول کردن اینه داستان، مردم قبول نمیکردن. خواستم بگم که اینم از اون اخلاقهایی است که ایشون دعوت میکنه. بله، این جلسه صدومین جلسه نقد ادیانه و رسیدیم به دین اسلام، به فروع دین. به اصطلاح دین اسلام رو در هشت جنبه کلی برخلاف ادیان دیگه که
هفت جنبه داشتن که صاحب پیغمبر و کتاب مقدس بودن، چرا هشت جنبه؟ برای اینکه نبوت رو وارد اصول دین کرده به درستی. رسیدن به مراسم و عبادات، بخش هفتم در اون توضیح فروع دین رو داشتم، میده گفتم که رسیدن به حج، بخش پنجمین فروع دین از نظر شیعه، شیعه درستر از سنی طبقه بندی کرد، و امروز قسمت دومش در ترجمه آیه 31 سوره اعراف که من از زنده یاد بابا سفری چون دسترسم داشتم میخوندم و ایشون وقتی خوندم دیدم که اون تفسیر نادرستی است که انگشتر رو مردم در میارن اونا که زینت نداشته باشید. این درست 180 درجه من تحقیق میکنم، مقایسه میکنم و غیره. ترجمه درست 180 درجه با هم اختلاف داره. ترجمه بعضی از ترجمه ها، از جمله این ترجمه، ای بنی آدم در موقع نماز زیورهای خود را، پرانتز باز کرده از خودش نوشته، از خود برگیرید، یعنی برگیرید دو معنی میده در فارسی، یکی دربر کنید، یکی بندازید دور، بذارید کنار. با توجه به پشت آیه معلومه که این تفسیر نادرسته. من چندین تفسیر رو برای عزیزان میگم چا قضاوت کامل بشه. آیت الله به اصطلاح آفت الله هم دیگه بعضی هاشون مشکینی. ای فرزندان آدم، در وقت نماز و در هر مسجدی آرایش و زینتتان را به تناسب، پرانتز باز کرده، به تناسب آن عمل و محل برگیرید. شیاد بزرگ مکارم شیرازی. ای فرزندان آدم، زینت آلات خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید. درست عکس بابا سفری، درست ترجمه کرد علامه طباطبایی المیزان. ای فرزندان آدم، زینت و آراستگی خیش را نزد هر مسجدی اتخاذ کنید. فولادوند، ای فرزندان آدم، جامعه خود را با هر نماز برگیرید. باز ترجمه دیگری از المیزان، عربی دیگه استش، زیورهای خود را در مقام عبادت به خود برگیرید. سایت تبیان، ای بنی آدم، نزد هر مسجدی به هنگام نماز آرایش خیش، یعنی جامعه و آنچه مایه آراستگیست، فرا گیرید. پس اکثریت هم به اونه. خواستم این رو تصحیح کرده باشم. خودم هم اینو خوندن اعتراض کردم. بله. دیگری به هر حال بقیه آیش هم اون چیزش مهمه. ای بنی آدم، در موقع نماز زیورهای خود را برگیرید، بخورید و بنوشید، ولی اسراف نکنید که خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد. پس نهی نیست اصلا. این یک حالت امری داره این آیه، همش ردیفه. به هر حال امروز برای یکی از دوستان مقایسه قصاص اسلامی رو با قانون حمورابی که اسلام به دلیل روح تجارت پیغمبر مترقی تر از حمورابیه، با اینکه حمورابی پیشتر از تورات بوده، چون در شهر پیشرفته بابل بوده، مترقی تر از موسای صحرای سینا و سرگردان در اون حوالی بوده. تورات از همه عقب مانده تره، زیرا روح القوانین چنان که گفتم قصاص اسلام برخلاف تفسیر همه آخونده از جمله دوست فقید محمد حسین طباطبایی در المیزان، مثل اون آدم لطیف و عارف مسلک یک قسی القلبی شده که حد نداره. خوندم اونا رو گفتم. بله، برخلاف تفسیر آخوندی در قصاص نکردن روح القوانین
قصاص را که در کل اصل قصاص توحش کامله، در اسلام استثنایی بر قانون مترقی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام میدونه، یعنی ضرر و ضرر متقابل در اسلام وجود نداره، این روح تجارت. گفتم برای تحلیل اسلام بایستی روح تجارت و اون 10 سال استقلال پیغمبر رو افزود به نبوتش. بله، بنابراین که سیاست توش میاد، بنا آیات ناسخ و منسوخ هم محصولونه. بنابه آیه اول، ببخشید، بنابه اون آخرین آیه این چیز، این سوره بقره آیه 178 و 179 آخرین چیز میگه که وفی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، ای صاحبان بصیرت. پیغمبر برای شاد جامعه و زمان خودش هم درست فکر میکرد، در قصاص برای حفظ حیات، برای اینکه مردم بترسن و همدیگر رو ناقص العضو یا نکشن، در حالی که در جوامع مترقی کنونی به طور کلی اصلا تصور قصاص عقب موندگیه. اون آیه رو هم من به صورت خلاصه بسیار سریع میخونم. ای کسانی که ایمان آوردید، در مورد کشته شدگان برای شما خونخواهی و قصاص مقرر شد. آیه 178 تا 79 سوره بقره، دومین سوره قرآن. و اگر صاحب، بله، و اینجاش فاجعه است. من اون موقع که اینا رو گفتم، این نقطه ای رو که الان متوجه شدم متوجه نبودم، به این خاطر خواستم به اون موضوع بیفزایم، چون عکسش رو فکر نکرده بودم. و اگر بعد میگه که ای کسانی که ایمان آوردید، در مورد کشته شدگان بر شما خونخواهی و قصاص مقرر شد، که مرد آزاد در برابر آزاد، چون برتری با مرده، برده در برابر برده، زن در مقابل زن، کنیز هم ذکر نشده اصلا. اگر صاحب خون بخواهد از قاتل که برادر دینی اوست، این خیلی نقطه مهمیه، غیر مسلمان رو شامل نمیشه، اونا چیزای دیگه ای که گفتم نشده، با دریافت دیه یا بدون آن درگذرد، کار نیکو کرده است، چون نمیخواد قصاص بشه. میگه اگر صاحب خون بخواهد از قاتل که برادر دینی اوست، برادر دینی نباشه که میکشه، با دریافت دیه یا بدون آن درگذرد، کار نیکو کرده است. گفتم ثروتمندا، و بدون آن توضیح بعدی داره، چون فکر کرده که فقیرا نمیتونن بدن، و قاتل هم باید دیه را در کمال رضا و خشونت بپردازه. تمام آنچه که اینجا در واقع توضیح چیزش اینه که اگر نتونه بده درگذره، خدا از گناهاش میگذره. اون آیه را اونجوری خوندم اون وقت. تمام آنچه گفته شد تخفیف و رحمتی از جانب پروردگارتون در امر قصاص. پس از آن هر کس که از آن بخششش تعدی کند، یعنی برگردد، و به قاتل ستم روا دارد، او را عذابی درناک خواهد بود. و ای خردمندان، قصاص برای حفظ حیات شماست، تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید. خیلی صریح گفته اینجا. بنابراین این هم از این. ولی اون نقطه چیه که فراموش کرده بودم؟ عکسش. خب اومدیم، زن زد مردو یه چشمشو کور کرد، آیا باید دو چشم زن رو کور کنه؟ نگفته چیزی. کنیز زد برده رو، باید قیاسی به پیش بریم ها، در حالی که برای اهل ذمه و چیز این شامل نمیشه، برادر دینیه، چون خواهر دینی هم مطرح نیست. آیا محدود به قصاص مرد آزاد و مرد برده، برده مسلمان، هر دوشون مسلمان، و زن آزاد مسلمانه، کنیزم مطرح نشده. اگه عکسش باشه چه میشه؟
اگه برده بزنه ارباب و یه چشمشو کور کنه چی کار باید کرد؟ کشت؟ هیچی نیست. مگه از شکم آخوند در بیاد بیرون؟ ممنونم. همین توضیحی بود که به ذهنم رسید و اونجا نگفته بود. ببینید یه نقطه ای هست، من در یه جای خوندم، در ماده 382 قانون مجازات اسلامی میگوید هرگاه زن مسلمان عمدن کشته شود حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، غیر مسلمان رو که میکشند، از آنجا که دیه وی دو برابر دیه مقتول است ولی دم یعنی خون باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او یعنی ورثه‌اش بپردازد. در نتیجه چنانچه خانواده مقتول توانایی پرداخت مابه تفاوت دیه را نداشته باشد، اجرای قصاص ممکن نخواهد بود. این هم تکمله است که بر اون صحبت گفته شد. حالا اون کودک معصومی هم که مورد تجاوز و کشته شده، مادر پدر داغ دیده که دنیایشان واقعا تیر و تار شده، باید میلیون ها تومن به ورثه قاتل بپردازند. این حالا این استثناء هم ممکنه برای خاموش کردن افکار عمومی قصاص کنن که اونم کار نادرستی. خود قصاص توحش صرفه، هیچ چیز دیگه ای نیست در معیار امروز، چون بایستی ریشه ها رو رفت و خب کاری نداری. بعد رسیدم به دو موضوع بود که در مورد حج که پنجمین فروع دینه، گفتم دو کتاب وجود داره. هفته گذشته موضوع مربوط به حج، از کتاب اول که کوتاه بود به نام حج شرعی در عصر پیامبر، تألیف گرانقدر امیر ترکاشوند را خواندم. در مورد طواف لخت مردان و زنان حج عریان تا سال نهم هجری، یعنی یه سال بعد از فتح مکه پیغمبر، مرسوم بود. در آن اشاره رفت آیه 26 و 27 سوره اعراف را هم خواندم که ناظر به این مسئله میتواند باشد. آیه ضمن بیمعنی بودن از نظر عقلی چنین است: ای بنی آدم، یعنی دختران و پسرانش، برای شما لباسی فرستادی، کارخونه وجود داشت که شرمگاه های شما را بپوشاند، و زیوری باشد یعنی زیبایی، و لباس تقوا بهتر است. آخوندشی به خصوص که کاسه گرمتر از آش هستن، درست این رو خیلی اغراق‌آمیز برده. یه آخوندی در تبریز بود، شانس آوردیم قبل از انقلاب اسلامی مرد و الا آتش به پا میکرد. ایشون، من خودم رفته بودم برای خنده البته با یه دوست، بله، گفت باد وزید لباس زن حابیل، حجاب داشته اصلا کامل، کنار رفت و قابل ناقابل دید که زن حابیل حوریه است، در حالی که زن قابیل رو جنیه فرستاده بودن. آخوند بی همه چیز نمیخواد بگه برادر خواهر ازدواج کردن، سر همین کشته. خواستم بگم که تا کجا میرن وقتی که عقل نباشه، تقلید باشه، همینه. بله، حال به کتاب دوم میپردازم که تصویر کلی از حج را من در جایی به این خوبی ندیدم. جامع مفصل هست ولی خوب به بینندگان گرامی تلویزیون میهن ارائه بکنم. کتاب اسم شخصیت محمدیه، تألیف معروف عبدالغنی رصافی که اهل عراقه ایشون، از دید یه مورخ معتقد به خدا و وسیع المشرب و منطقی نوشته که ضمن حرمت عدم اهانت و غرض ورزی به اسلام،
سعی در بیان حقایق و نقد اقوال و روایات و آیات و مقایسه آنها در رابطه با در ضمن عقل داره. او ضمن اشاره به تاریخ حج در پیش از اسلام و اشاره به اهمیت سیاسی یه حج که ایجاد مرکزیتی برای تمام اعراب که یک بار در سال 3 ماه پشت سر هم حرام که بدون جنگ و غارت باشه بیان راحت از همه جای عربستان، بوتاشون هم در مکه است، زی قعده زی حج و محرم. اهمیت اقتصادی حج، درآمد و رونق تجارت و حج و عمره در طول سال هر زمان که بخواهد، هر ماه رجب هم که جزو ماهای چهارگانه است برای جنگ و غارت. اهمیت فرهنگی داره، بت پرستی دیگه، همه اون بت ها در اونجا هستن و هر کس با آداب و رسوم خودش همدیگر هم تحمل میکردن و یه اتحاد سراسری در عربستان به وجود آورده بود. یه مرکز واحد برای کثرت. من یک نظری هم به فهرست مطالب این کتاب میندازم تا عزیزان بدونن که محتوایش چیه، حالا در آخر اگر وقت شد. ولی موضوع رو حج و کعبه. واژه جاهلیت رو دائم به کار میبره به نادرستی طبق تقلید از اسلام. جاهلیت وجود نداشت. مردمانی که در جلو اسلام اون چنان مقاومت کردن اونا جاهل نبودن. خیلی ساده. اعراب جاهلیت به حج کعبه میرفتن و این نشان میدهد که حج عبادت بت پرستان بوده و محمد به دلایلی که از آنها یاد کردیم و بررسی خواهیم کرد آن را به عنوان رکنی از ارکان پنجگانه اسلام، گفتم اینا توحید و بعد نبوت و نماز و حج و بعضی ها چیز معاد رو و بعضی ها روزه رو چیز میکنن، به هر حال اون ستاره پنج پر نشانه اون علامت، در حالی که در شیعه اصول دین توحید و نبوت و معاد، اصول مذهبم عدل و امامت، فروع دین اون 10 تاست. شیعه بهتر نگریست. بله. محمد به دلایل که یاد کردیم بررسی خواهیم کرد آن را به عنوان رکنی از ارکان پنجگانه اسلام تایید و تثبیت نمود و بیش از هر چیز خود کعبه و وضعیت بت پرستان نه آن را پیش از ظهور محمد مورد بررسی قرار میده. به گمان زیاد کعبه یک خانه قدیمی بت‌ها بوده و کهنه‌ترین آگاهی از آن به ما رسیده حاکی از این است که اداره امور این خانه در اختیار مزاز ابن عمر جرحمی رئیس قبیله از میان رفته جرحم بوده. حل میشه دیگه، داشتن یک چنین اختیاری به دارندگان آن جایگاه ریاست همگانی دینی را میداده و رؤسای دین در آن روزگار بالمعال رؤسای دنیا نیز بودند. در واقع مغشاه و شمنشاهی شروع شده دیگه. اینه گره شکی که دستهای یقین قادر به گشادن آن نیست این است که مزاز جد مادری نابت ابن اسماعیل بوده که ولایت این خانه را از وی گرفته بود و این ولایت در جرحم تا دوره سلطانی عمرو ابن حارث جرحمی آخرین سلطان جرحم ادامه یافت. اونا را با اسطوره ها قاطی کردن. پس از آن عمرو ابن لحی خزائی آن را از دست وی ربود و او نخستین کسی بود که دین ابراهیم را به دین بت‌پرستی مبدل ساخت و این ولایت در خزائه همچنان ادامه داشت تا، یعنی ولایت کعبه منظور، تا اینکه قصی آن را از دست آنها درآورد و بدین سان
سرپرستی آن بار دیگر به فرزندان نابت ابن اسماعیل بازگشت. این گفتار کوتاهی بود از آنچه از کتاب سیرت محمد برای ما کتاب های سیرت برای ما نقل کردند که شامل دو مسئله می شود. عمرو بن لحی خزائی نخستین کسی بود که سنت بت‌پرستی را برای اعراب بنیاد گذاشت که در نتیجه می توان گفت که اعراب دوره جرهمیان بت‌پرست نبودند، که اشتباه ثابت میکنه. دوم، مزاز ابن عمرو جرهمی ولایت این خانه را از فرزند دخترش نابت ابن اسماعیل ابن ابراهیم گرفته بود که هر یک از این دو روایت در حاله پوشیده از شک دیده می شود. میگم نقد عقلی اینه. پیرامون مسئله نخست، یعنی برپایی دین بت‌پرستی و از میان بردن دین ابراهیم از سوی عمرو بن لحی خزائی، روایت های مخالف نیز وجود دارند. حلبی میگوید عمرو بن لحی خادمی از تیره جن در اختیار داشت که روزی به او دستور داد تا به جده رفته و خدایانی را که در زمان نوح و ادریس عبادت می شدن به مکه بیاورد. این خدایان عبارت بودند از ود، سوا با عین با سین، یغوس با سای سه نقطه، یعوق و نصر، که همه را به مکه آورده و به عبادت آنها دعوت نمود. چنانچه آوردن این بت‌ها از مکه خبر درستی باشد، باید گفت که بت‌پرستی پیش از عمرو بن لحی در آن دیار برقرار بوده، وگرنه بودن این بت‌ها در حجاز چنانچه عبادت نبوده برای چه کاری بوده است؟ بت برای عبادت دیگه. درباره این گفته یاقوت هموی در معجم البلدان که بت‌ها ابتدا در سرزمین هند و بر روی همان کوهی که حضرت آدم بر آن فرود آمده بود و اینک آب‌های طوفانی آنها را از قله کوه به زیر کشیده و جریان آبها آنها را از سرزمینی به سرزمین دیگر آورده، سنگین بودن نمی رفتن تو آب، تا اینکه در شهر جده در سرزمین حجاز افکنده، باید بگوییم که جز اسطوره و خرافات چیز دیگری نیست. از سوی دیگر اینجوری نقد عقلی میکنه و هرچی از گذشته دروغ در کتاب هاست عزیزان، دروغ در کتاب هاست، از جمله در کتاب های مقدس. و از سوی نیز روایت هایی در این زمینه بسیار گوناگون و ضد نقیض است و استناد به آنها غیر ممکن است. درباره مسئله دوم، اون مسئله اولو که در عربستان بت‌پرستی بوده و الاخر، درباره مسئله دوم باید بگوییم که یک شجره ای و شاخه ای است که یکی از شاخه ها این است که اسماعیل فرزند ابراهیم به مکه آمده و داماد جرهمی ها شد. فرزندان او اعراب عدنانی هستند که به آنها اعراب مستعرب، یعنی عربی شده، عرب شده میگویند، که قریش یکی از شاخه های آنهاست. همش اسطوره است، با حضرت آدم هر جوریه، سام و هام و یافث هر جوریه، نمیدونم فرض کنید که تور و سلم و ایرج، همه اینا اسطوره. با این حساب ابراهیم همان نه زمان تاریخی مشخص و نه مکان جغرافیایی معین دادند. با این حساب ابراهیم همان گونه که در قرآن نیز آمده، ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدرتان ابراهیم، خیلی زرنگ بوده پیغمبر، میخواسته دهن یهودی ها و اینا رو ببنده که ما خودمون فرزند اون هستیم، برید کنار، ملت ابراهیم حنیفه، ما هم دین ملت ابراهیم هستیم، شما هم بیاید به دین ابراهیم، پدر اعراب عدنانی به شمار می روند. و همه این مسائل جزء و حوادث و وقایع پیش از تاریخ است و پژوهشگر را وارد تاریکی های مطلق و ناشناخته می سازد، اسطوره است دیگه. و تنها چیزی که می توان با آن در اثبات پدری ابراهیم نسبت به اعراب عدنانی استناد کرد، همان نزدیک بودن دو زبان عبری و عربی، هم از نظر واژگان و هم از نظر دستور زبان است. گفتم اونجا در بحث یهود که ابراهیم اصلا آرامیه، اسحاق هم آرامیه، یعقوب هم آرامیه، همه اینا میگه برو برای پسرم از اینا نمیخوام زن بگیری، برو از قبیله خودم بگیر. بعد یعقوب به یعقوب هم اسحاق میگه برو از داییت زن بگیر الی آخر.
اونا پدر و مادر آرامی هن، یهودی نیستن، ابراهیم، اسحاق و یعقوب. یعقوب یعنی اسرائیل هم، گرچه از نظر اینو نمیدونه ایشون، گرچه از نظر اعراب این دو زبان از یکدیگر دور میباشن و شاید خود این دو زبان از سوریانی که مادر زبان های سامی است دقیقا گرفته شده باشد. و خود اون ابراهیم و نام سوریانی لهجه آرامی زمان عیسی مسیحه و در این صورت پیوند دو زبان عبری و عربی ربطی به پدر بودن ابراهیم برای اعراب عدنانی ندارد، بلکه تنها پیوند خواهری میان دو زبان است که بررسی پیرامون آن از عهده تاریخ نویسان و دانشمندان زبانشناس میگذاریم بر این باوریم که چون ما در اینجا تاریخ نویسی نمی کنیم، باید بگویم که سخن در این زمینه جز ادعای واهی و بیپایه و غیب گویی چیز دیگری نمیتواند باشد. خرد و بایستی عزیزان در کتاب هایی که خرد رو تبلیغ میکنه، اون کتاب ها رو تبلیغ کرد، خوند و اندیشید. آخون تقلید رو میاره، نمیخواد شما بیندیشید. دقیقا همان گونه که آیشه نیز گفت ما کسی را نیافتیم که تمام روایاتی که به آیشه میرسن درستن، چون زن پیغمبره دیگه، نزدیکتر از اون کسی نیست. نه علی نزدیکتر از آیشه است، نه فاطمه نزدیکتر از آیشه است که بعد از ازدواج رفته از خونه، هیچ کس. دقیقا همان گونه که آیشه نیز گفت ما کسی را نیافتیم که چیزی از پیشینه عدنان یا قحطان بداند و سخنان در این زمینه جز ادعای واهی و پوچ چیز دیگری نیست. براو بر خردش. سیرت نویسان اونم اون موقع همگی اقدام به شرح نسب محمد نموده و برای او شمار 20 پدر از عبدالله تا قحطان برشمردن و گفتن که این چیزیست که علمای نسب شناس با آن هم رأی می باشن و هرچه پس از عدنان هست ناشناخته و به گفته عایشه کسی از آن آگاهی ندارد. روایت کردن که میان عدنان و اسماعیل 40 پدر وجود دارد و به گفته دیگر 37 پدر. وسط زمین همینجا مترش کن. و عدنان در زمان موسی بن عمران زندگی می کرد. شادم نو بل. پیرامون نسب محمدی روایت های گوناگونی نقل شدن که با روایتی که نسب او را تا عدنان میرسانند منافات دارند. از جمله این روایت از عمر ابن عاص که گفت پیغمبر ذکر نسب خود پرداخته و پدران خود را تا نضر ابن کنانه برشمرد و سپس گفت هر کس به جز این بگوید دروغ گفته. جلال سیوتی در الجامع الصغیر از قول بیهقی چنین میگوید: رسول الله به شرح نسب خود پرداخت و گفت من محمد فرزند عبدالله و عبدالمطلب تا اینکه فرزند مزر فرزند نزار. از ابن عباس نقل شده که پسر عموی پیغمبر راوی درستیه. کلا هنگامی که پیامبر نسب خود را برمی‌شمرد از مد فرزند عدنان دورتر نمی‌رفت و پایان می‌داد و می‌گفت دروغ گفتند نسب شناسان و آن را دو یا سه بار تکرار می‌کرد. بیهقی می‌گوید درست‌تر اینکه این گفته او دروغ گفتند نسب شناسان گفته شخص راوی یعنی ابن مسعود است نه پیغمبر. حلبی می‌گوید البته مانعی نیست که این گفته نخست از شخص پیامبر صادر شود و سپس ابن مسعود در گفتن آن از وی تبعیت کرده باشد. ما فرض را بر این میگیریم که نظر همگان همان گونه که گفتن عدنان است، ولی چنانچه این سلسله نسب تا عدنان قطع شود آنگاه چگونه خواهیم توانست به حقیقت پی ببریم که اسماعیل پدر اعراب عدنان بوده است؟ آیا این گسیختگی برای برانگیختن شک و تردید کافی نیست؟ از کعبه و اعراب قدیم هر چه که میخواهد باشد مورد نظر ما نیست، چون هدف ما تاریخ نگاری نیست و این مسئله برای ما اهمیتی ندارد. آنچه برای ما اهمیت دارد وضعیت کعبه پیش از ظهور اسلام است که یک مسئله کاملا آشکار و روشن است. کعبه خانه‌ای بوده است که در آن بت‌ها نگهداری می‌شدند و اعراب دوران پیش از اسلام به حج آن می‌رفتند و مراسم عمره به جا می‌آوردند. پس مراسم حج یک عبادت بت‌پرستانه است
و مراسم اونجا من به اصطلاح هر کی با یک دید علمی بره همینو میبینه. و پس مراسم حج یک عبادت بت پرستانه است و مراسم طواف و دست رساندن به سنگ سیاه الحجر الاسود و مالیدن خود به دیوار کعبه و رفت و آمد میان صفا و مروه که دو تا سنگن و سنگ پرانی رمی حجر که گفتم سه تاست و دیگر اعمال حج نماینگر همین مسئله می باشد و انجام دهنده آن با اعمالی که انجام می دهد نمایشگر حالتی است که با اصل توحید پروردگار تناسبی ندارد، زیرا این اعمال در ارتباط با بت پرستی می باشد. زیرا فرقی میان بت ها از یک سو و کعبه و سنگ سیاه صفا و مروه، اعمال طواف و دستمالی و کوشش در ارتباط با آنها از سوی دیگر و با بت پرستی از هر نظر یکسان است. خدا ابوالعلاء معری را، همون فیلسوف بزرگ سوریه، معری را بیامرزد که گفت، شعرش رو نوشته، ترجمهش اینه: حج نزد مردمی که نامشان را نمیبرم چیزی جز ماندگاری از بت ها، نامشان را نمیبرم یعنی مسلمون ها، چیزی جز ماندگاری از بت ها و نماد بت پرستی نیست. منظور ابوالعلا بت ها و نمادهای دیگر بت پرستی هستند که با ظهور اسلام زایل و از میان رفتند، ولی مقداری از آنها هنوز از میان نرفته و زایل نگردیده که همان کعبه و سنگ سیاه و صفا و مروه اند. بدین سان نتیجه میگیریم که از آنجایی که حج یک عبادت بت پرستانه می باشد، پس بت پرستی پیش از عمرو بن لح، یعنی در دوره جرهمیان نیز وجود داشته است، زیرا اعراب از دوره نیز به حج می رفتند. اعراب آن دوره نیز به حج می رفتند. گفتم تمدن عرب در 800 قبل از میلاد شروع میشه. مهین تمدنه که نوشته وجود داره، تنها تمدن مثل ماد نیست که نوشته نداشته باشه. 800 قبل از میلاد، کتاب زنده یاد تقی‌زاده از پرویز تا چنگیز، قابل دانلود کردنه. این ادعا که عمرو بن لح نخستین کسی بوده که دعوت به بت پرستی کرده باطل و نادرست است و این گفته ما که کعبه از قدیم خانه بت ها بوده درست است. ببینید عقلانیت که مؤلف چگونگی به وجود آمدن حج. آفریدگار بزرگ هستی را نه با چشم بینا، ایشون به اصطلاح خدا باوره، بلکه با چشم بصیرت، منظور به قول عوام قدما دل، میتوان دید و متاسفانه بیشتر مردم از نظر بصیرت نابینا میباشند و از شناخت و معرفت خدا عاجزند. منم یکی از اون. و از این رو از دوران کهن در عبادت و توجه به سوی خدا بر چشمهای خود تکیه کردند و در این راه به دنبال یک شیء قابل لمس و محسوس بودند که نتیجه بت پرستی شکل گرفت و بت ها واسطه های میان آنها و خالق بزرگ و نشانه هایی برای راهنمایی به سوی خدا گردیدند. خود بت پرستان به خوبی که در قرآن هم اومده که ما این حرف، خود بت پرستان به خوبی می دانند که بت ها ذاتاً شایسته و سزاوار پرستش نیستند و این خداوند است که هدف و منظور اصلی عبادت است و نه بت. هر نوع عبادتی عبدیه. غلطه، من با مؤلف موافق نیست. قرآن در سوره زخرف در این باره می گوید: چنانچه از آنها بپرسید چه کسی آنها را آفریده است، خواهند گفت خدا، یعنی الله. و در جای دیگر از همین سوره میگوید: چنانچه از آنها بپرسید چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید، خواهند گفت خداوند، آن توانای دانا، عزیز العلیم. ولی شیخ عبدالوهاب شعرانی در تفسیر برخی از آیه های قرآن همین را به روشنی گفته است. او میگوید اصل برپایی بت ها ناشی از اعتقاد علمای قدیم به منزه سازی پروردگار است. آنها در ابتدا خداوند را از هر چیز منزه ساختند و مردم را نیز خیالات اینا و مردم را نیز امر به همان کردند
ولی چون دیدن که برخی از عوام منکر وجود خدا شدن، بت‌ها را برپا ساختن و آنها را با حریر و جواهرات آراستن و با سجده در برابر آنها و برگزاری مراسم دیگر آنها را محترم و بزرگ ساختن، تا بدین وسیله از یاد خدا که از عقل آنها غایب مانده بود غافل نماند. به نظر من گفته شعرانی نارساست، نقد میکنه و میبایست چنین گفت: ولی چون دیدن که برخی از عوام به دلیل عاجز بودن از درک خداوند با عقل خود منکر او شدند و مردمانی بودند صاحب بصر چشم و نه بصیرت یعنی بینایی، به دنبال شیء ملموس بودند تا او را عبادت کنند، از این رو بت‌ها را برای آنها برپا ساختند و چنین گفته ای در بررسی ریشه بت‌پرستی به حقیقت نزدیکتر است و در واقع نیز چنین بوده منشأ پیدایش بت‌پرستی نزد اعراب و ملت‌های دیگر. ملت‌های دیگر رو ولش کن. و با شناخت این حقیقت چگونگی به وجود آمدن حج نزد اعراب نیست قابل درک است. بت‌پرستی بوده آوردن گذاشتن دیگه، این حرفا چیه؟ خونتا هر بتی در آسمان یک گاهن یک نمادی بوده، میترا نمیدونم آناهیتا فلان آب فلان اونجوری به هر حال، و یه بت هم داشت. به نظر من دو عامل منشأ پیدایش حج بوده: پرستیدن بت‌ها و دیگری سودی که آید رؤسای دین یعنی گردانندگان امور کعبه که خانه بت‌ها بوده می‌شده. من اضافه کردم جنبه سیاسی و تمرکز که بالاخره پیغمبر اسلام متمرکز کرد اون ایدئال رو در عربستان. درباره عامل نخست باید بگویم که عبادت بت‌ها تنها به صورت حضوری می‌تواند تحقق یابد، یعنی در برابر او حضور یافت، همان زیرا همان گونه که پیش از این گفتم یک بت نماد آفریدگار و واسطه او می باشد و عبادت غیابی او ممکن نیست، زیرا اگر این امکان وجود داشت دیگر نیازی به ساختن بت و قرار دادن آن در بتخانه نبود و از آنجایی که حضور در بتخانه به علت دوری مسافت مشکل بود، از این رو افزایش شمار بت‌ها اجتناب ناپذیر شد. هر قومی قبیله بتش آورد گذاشت اونجا دیگه، و در هر شهری بتی که نماینده بت بزرگ و خدمتکار آن را کاهن اعظم به عهده گرفته است برای مردم این شهر برپا گردید. و این همان وضع و حالت اعراب بود و کعبه نیز همین وضعیت را داشته، و در واقع کعبه برای این ساخته شد تا خانه‌ای برای بت‌ها باشد، به ویژه خانه ای برای بت بزرگ یا خدای خدایان که بت هوبل در کعبه این مقام را داشته و از سنگ عقیق به شکل آدمیزاد ساخته شده بود و بت های دیگر در سنجش با وی از جایگاه پایین تری برخوردار و وابسته به وی بودند. گفتم الله بت نداشت، الله غیر قابل تجسم و تجسد بود و خدای اسلام همون الله اعراب قبل از اسلامی که اسم پدرش هم عبدالله. هنگامی که دیدن زیارت کعبه برای عبادت بت‌ها برای همه قبایل عرب که مکه از مکه دور می باشد میسر نیست و حتی مشکل می باشد و برای هر یک از این قبایل بتی ساختن تا آن را نزد خود نگاه دارن، ولی هنگامی که دیدن که این کار سبب فراموشی و از رونق افتادن کعبه خانه بزرگ و معبد عالی و مرکز بت‌ها می شود، مرکزیت مهم، و برای منافع شخصی خادم و کاهن اعظم آن از یک سو و برای عبادت بت بزرگ از سوی دیگر زیانبار می باشد، بازگشت به کعبه را یک بار در سال برای همه قبایل عرب امری واجب قرار دادند که در واقع همان حج است. دستش درد نکنه که اینجوری خوب در آورد. این نظریه ما را ابن هشام، که سیره ابن هشام قدیم ترینه دیگه، در سیره خود به نقل از ابن اسحاق تایید می کند: عرب علاوه بر کعبه خانه های دیگری برای بت ها ساختن و مانند کعبه با آنها احترام و تعظیم می کردن. در محلشون هم بت های فرعی یعنی بدل اون بت رو داشتن. این خانه ها دارای کاهنان و حاجبان مخصوص به خود بوده و همان گونه که به کعبه پیشکش های تقدیم می شد به آنها نیز داده میشد و پیرامون آنها نیز همانند کعبه طواف میکردن و ذبح نیز میکردن، قربانی دیگه که یکی از مراسم واقعا وحشتناک، در حالی که ارجحیت و مقدم بودن کعبه را نیز گردن مینهادن.
ابن اسحاق سپس به ذکر نام بت‌های هر قبیله می‌پردازد و این مسئله ثابت می‌کند که ریشه بت‌پرستی خود کعبه است که سایر بت‌خانه‌های دیگر قبایل عرب از آن منشعب شدند، زیرا این یک امر غیر ممکن است که هر روز قبایل عرب برای عبادت در کعبه اجتناب کنند. ما می‌دانیم که عبادت بت‌ها تنها به صورت حضوری و دستمالی مستقیم صورت می‌گیرد و این خانه‌ها نقش نمایندگی کعبه را نزد قبایل عرب ایفا می‌کردند و در هر یک از این قبیله‌ها یا خانه‌ها همان گونه که ابن اسحاق نیز در جایی ذکر کرده بتی قرار می‌دادند. این قبایل هرگز برتری و والایی کعبه را منکر نمی‌شدند و می‌دانستند کعبه عبادتگاه مرکزی عالی و خانه بزرگ بت‌هاست و از این رو موسمی را در سال که تقویمشون هم ثابت بود، ماه 13 هم داشت، بله، و از این رو موسمی را در سال برای حج و زیارت همگانی آن اختصاص دادن که همه ساله در وقت و زمان معینی انجام میشد. عمره، از آنجایی که تشخیص داده شد که یک بار حج همگانی در سال برای حفظ اهمیت و حرمت کعبه کافی نمی باشد، دکانه و پول درآمد اعلان کردند که هر کس بخواهد میتواند در غیر موسم به تعیین شده حج نیز زیارت کعبه نایل گردد، ولی این کار او حج نامیده نخواهد شد بلکه عمره خواهد بود. به معنی قصد و زیارت است عمره. گفته می شود فلان کس به عمره آمده است، یعنی برای زیارت، پس حج نزد آنها بر دو نوع بوده است: حج همگانی برای همه قبایل که زمان ویژه‌ای دارد و هر سال یک بار انجام می‌گیرد، حج خصوصی هر کس که بخواهد و هر زمان که بخواهد می‌تواند انجام دهد و به آن عمره گوید. چون جنگ وجود داشت، غارت وجود داشت، اون ماه‌های حرام هم درست گذاشتن که مردم به راحتی بیان دیگه، من اضافه کردم. ولی از لحاظ اعمال و تشریفات عبادتی با حج همگانی هیچ گونه فرقی ندارد حج عمره، و دقیقا مانند یکدیگرند. ولی محمد رسول الله در این مورد با آنها مخالفت کرده، عمره را در حین موسم حج همگانی نیز مجاز دانست. گفت کسانی که یه بار به حج اومدن میتونن در زمان حج به حج عمره هم بیان. یه بار که حج اومده دیگه بسه شد دیگه، بیش از یه بار واجب کفایی. یعنی هر یک از مسلمانان اگر میخواست میتوانست حج را با عمره مقرون کند. شاید منظور پیامبر از این مخالفت تنها مخالفت بود و بس، میخواست سنتشون رو بشکنه، زیرا هدفی از برپایی این دو حج یکیست و آن زیارت کعبه و طواف پیرامون آن است، و هنگامی که در زمان برگزاری آنها فرقی وجود نداشته باشد، پس نامگذاری یکی از آنها به عمره نیز دیگری لزومی ندارد. شگفت‌آور این است که پیغمبر در حالی که در این مورد به خصوص با مردم دوران جاهلیت مخالفت می‌ورزید، با رفتار آنها در سعی میان صفا و مروه موافقت نشان داد، آنگونه که قاضی بیضاوی و زمخشری مفسرن هر دو. بله، قبر قاضی بیضاوی هم در تبریز بوده، زمان رضا شاه باغ گلستان رو که درست می‌کردن نبش کردن ریختن بیرون، از بیضای فارس بوده. بله، آنگونه که قاضی بیضاوی و زمخشری در تفسیر خود نقل می کند، صفا و مروه دو تپه‌ای هستند میان کعبه و پهنه مکه که در دوران جاهلیت بر روی هر یکی از آنها بتی قرار داده شده بود. بت اساف بر روی صفا و بت نائله بر روی مروه، و مردم جاهلیت به هنگام سعی میان این دو بت به آنها دست می کشیدند. حلبی پس از ذکر اساف و نائله بر روی صفا و مروه می گوید: سپس که اسلام آمد و بت‌ها شکسته شدند، مسلمانان از سعی میان این اکراهشان دادند و گفتند ای رسول الله، این رفتار ما در دوران جاهلیت جهت دست کشیدن به این دو بت بوده و خداوند این آیه را نازل نمود، که اسم صفا و مروه در قرآن اومده. بله، به هر حال سوره بقره آیه 158: صفا و مروه از مراسم خداست، هر کس حج خانه کند یا عمره بگذارد باکی بر او نیست که بر آن دو
طواف کنند. هرچه هست با وجود اینکه مسلمانان کراهت این رفتار را به پیغمبر گوش داد کردند و به او گفتند ما این کار را به خاطر دست رساندن و تبرک به این دو بت ها میکردیم، ولی او آن را پذیرفت و این موافقت با مردم دوران جاهلیت، آن هم بر یک چنین عمل بت پرستانه خاص و قرار دادن آن جزء مراسم پروردگار، بسیار شگفت آور به نظر میرسد. نقد عقلی میکنه مؤلف. ممکن است گفته شود که اصل این رفتار در جهت زنده کردن و یادآوری آن رفتار است که هاجر مادر اسماعیل کرده. یعنی انگامی که ابراهیم، خیلی پدر بزرگ من هم میگفت که اصلا آدم باور نمیکنه که این انسان بوده که زن و بیار با اون بچه کوچک بذار اونجا برو، اونم تشنه. هاجر که مادر مصری، کنیز مصری کردن، چون یهودی ها خودشون رو در مصر برده میدونستن، این کنیز عقده گشاییه که زن مصری کنیز به اصطلاح زن ابراهیم باشه. هاجر مادر اسماعیل کرد، بله، رفتاری که هاجر مادر اسماعیل کرد، یعنی هنگامی که ابراهیم اسماعیل و مادرش هاجر را در بیابان رها ساخت و بازگشت، هاجر به او گفت ما را به که می سپاری؟ گفت به خدا. هاجر گفت به خدا توکل می کنم و نزد فرزندش اسماعیل بازگشت، تا اینکه دیگر آبی برای آشامیدن باقی نماند و شیرش نیز قطع گردید و این مسئله بچه قنداقی بوده مثلا، و این مسئله او را در حالی که بنا به تورات 13 ساله بوده، بعد از اینکه با اسحاق 13 ساله ختنه میشه، بعد که بزرگ میشه میزنه اسحاق، این تعبیر میشه، اینجا اسلام قنداقیش کرد، و این مسئله او را به شدت غمگین ساخت و برای اسماعیل دلتنگ شد. پس اسماعیل، مقایسه کنید، عقل رو به کار ببرید، پس اسماعیل را رها کرد و از صفا بالا رفت تا شاید چشمه آب یا کسی را بیابد، چون چیزی نیافت از آن پایین آمد و دست به دعا بلند کرد و از خداوند درخواست آب کرد و سپس به سوی مروه دوید و از آن بالا رفت و همان کار را کرد. در این هنگام صدای زوزه درندگان به گوش رسید، به سرعت به سوی اسماعیل بازگشت و دید چشمه آبی از زیر زمزم، که اون داستانه، از زیر گونه او و به گفته ای از زیر پشت او جوشیده است، یعنی اسماعیل. و از اینجا سعی دویدن آرام میان صفا و مروه در جهت زنده کردن یاد هاجر شکل گرفت، که زمزم میگه یعنی وایستا وایستا آب. من میگویم چه کسی میتواند درستی این داستان را ثابت کند؟ و این چه انگیزه ای بوده که سبب شد ابراهیم دست زن و فرزندش را گرفته و به یک چنین مکان خالی و دور افتاده و وحشتزا بیاورد؟ سپس تعمد او بدون توجه به خطراتی که آنها را تهدید می کند و به امان خدا رها کند و برود. امروز چنانچه شخصی مرتکب چنین عملی بشود، کمترین صفتی که به او خواهیم داد دیوانه است. مؤلف خیلی زیبا. اگر فرض را بر این بگیریم که این داستان صحت داشته باشد و ابراهیم زن و فرزندش را به مکه با فرزندش به مکه آمده، پس مکه یک جای مسکونی بوده و از آنجایی که کعبه به گفته آنها قدیمتر از ابراهیم است، پس اطراف آن میبایستی مسکونی بوده، و حتی چنانچه داستان هاجر را واقعی بدانیم، باز هم نگاه داشتن این مراسم در دین توحیدی، آن هم پس از بازگشت یک چنین مدت زمان دراز و پس از اینکه خواستن عربیش کنن و پس از اینکه اعراب یا یاد بود آن را به صورت مراسمی صرفا بت پرستانه پذیرفته و اجرا کرده، نمیتواند جایز باشه. اینها مسائلی است، این عقلانی بررسی میکنه دیگه، اینها مسائلی بودن که نخست پیرامون منشأ پیدایش حج، عامل دوم منافعی که عاید کاهنان میشد که گردانندگان و مسئولات اداره امور این خانه بودند، و رهبری دینی و دنیایی نیز از آن آنها بوده، که البته این منافع تنها شامل خود آنها نمیشده و شامل همه گرش و در نتیجه همه ساکنان مکه میشد، گرچه سهمی که خود آنها از این منافع می بردن بیشتر از دیگران بوده، زیرا مردم مکه به کار تجارت اشتغال داشتند و از سودی که از
معاملات خود با حاجیان در زمان حج به دست می آوردن زندگی خود را می گذراندن، آن هم در بازارهایی که موجودیتشان وابسته به زائران کعبه بوده و چنانچه خودشون هم تجارت می کردن دیگه بین یمن و قسطنطنیه، مصر و ایران، بله، و خود عربستان. و چنانچه زیارت خانه اعظم کعبه متوقف می‌گردید، قبایل عرب به بتخانه‌های خود اکتفا می‌کردند، این درآمد و سود نیز قطع و متوقف می‌گردید و مردم مکه نیز هلاک می‌شدند و گردانندگان کعبه نیز ریاست و فرمانروایی بر همگان را از دست می‌دادند. پس می‌بینیم که منافع رؤسای نیز یک عامل بزرگ در ایجاد حج و تحمیل آن بر همه قبایل عرب، تحمیل به اصطلاح دوستانه و سلجوقیانه می باشد. و این آیه البقره این به این مسئله را تایید می کند. 198. بر شما باکی نیست که پروردگارتان فزونی بخواهید، یعنی اضافه بخواهید. در تفسیر این آیه زمخشری چینی می گوید اکاز مجنع و ظلم مجاز، بازارهای داد و ستد آنها در فصل حج بوده و روزی آنها از همین روزی آنها از همین بازار به دست می آمده و هنگامی که اسلام آمد آنها این داد و ستد را گناه پنداشتند. پس با نازل شدن این آیه این پندار زدوده شد و تجارت برای آنها مجاز اعلام گردید. از عمر ابن خطاب چنین نقل شده است که روزی شخصی از او پرسید آیا داد و ستد و تجارت در موسم حج اکراه دارید؟ گفت آیا روزی یه ما از چیزی به جز داد ستد موسم حج تأمین می شده است؟ در سیره حلبی آمده است ابو طالب در بستر مرگ به بزرگان گروش که آب پخش می کردن دیگه بین زائران و کلیددار کعبه بودن، ابو طالب عموی پیغمبر پدر علی و عبدالمطلب هم جدش، ابو طالب در بستر مرگ به بزرگان قریش که به دیدنش آمده بودن وصیت کرد که روزی آنها بر خانه کعبه استوار است و به آنها گفت به شما وصیت میکنم که این بنا منظور کعبه را هرچه بیشتر بزرگ بدارید که در آن رضایت اعراب و استواری روزی شما نهفته است. مشرکان همچنان که تا سال نهم پس از هجرت همراه مسلمانان به حج میپرداختند از این به بعد ممنوع میشه. و در این سال با نزول آیه حج بر مشرکان ممنوع شد، آیه ولخ شدن هم که ممنوع کرد دیگه. آیه مزبور چنین است ای کسانی که ایمان آورده اید همانا مشرکان ناپاکند، خیلی وحشتناکید، و پس از این سال نباید به مسجد الحرام یعنی کعبه نزدیک شوند که موجب نگرانی مسلمانان نسبت به زیان و خسارت مالی ناشی از این من گردید، ولی خداوند با برقراری اصل جزیه این زیان را جبران نمود و نزول این آیه در سال نهم پس از هجرت بوده که اونها مشرکان هم مثل مسیحیان و یهودیان جزیه بدن در آمد، ولی بعد دیگه همه مسلمان شدن به دلیل اینکه عمر جنگ خارجی رو پیش برد، اونم جیبشون در این بود، بعدم نسلهای بعدی مسلمان شدن اوتوماتیک. البته پس از اینکه همه جزیره العرب به زیر چتر اسلام در آمد، روزی مکیان شامل همه گردید، یعنی هم از حج و هم از جزیه بهره مند شد. حرم اعراب دوران جاهلیت مردمان بدوی بودند و نسبت به قبیله و هم قبیله های خود در برابر دیگران متاسف و همواره در حال ایلغار و چپاول و کشتار یکدیگر بودند و کمتر که ماهای حرام رو میگه قبیله یافت میشد که فارغ از خونخواهی های له و یا علیه این و آن باشد و این کشمکش ها صد بزرگی بر سر راه حج به وجود آورده بود، زیرا اجتماع این قبیله ها دشمن و خونخواه و تحریک شده در مکه بیشک انگیزهی برای جنگ و درگیری میان آنها خواهد بود. از این رو ببینید تجارت و اقتصاد چه بازی در فرهنگ انجام میده. از این رو برای هموار ساختن این مانع و اجتناب از وقوع یک چنین حادثه‌ای از دیرباز همگان به توافق رسیدند که مکه را جای حرام که نه کشتن و نه جنگ در آن حلال است اعلان کنند و پا را از این نیز فراتر نهاده و شکار حیوانات و قطع درخت و
درو علف آن را نیز حرام دانستند و بدین ترتیب مکه تبدیل به حرم امن برای حج گردید. ماهای حرام اعراب برای نگاه داشتن حرمت این بقعه که حرم نامیده میشد همت گماشتند، ولی هر قدر هم که این بقعه گسترده باشد نمیتواند برای حفظ امنیت اجرای مراسم حج کافی باشد، زیرا امنیت جانی حاجیان تنها در چارچوب حرم حفظ شده بود و نه در درازای راهی که حاجیان برای رسیدن به آن طی می‌نمودند و گاه 20 روز یا بیشتر به درازا می‌کشید. از این رو برای اینکه راه‌های حج نیز امن باشد توافق کردند که ماه‌های حج را ماه‌های حرام اعلام و محترم بشمارند و طی آنها کشتار و جنگ حرام و ممنوع گردید و به نگاهداری معنی محرم الحرام زی قعدت الحرام زی حجت الحرام همینه، معنی نگاهداری و حفظ حرمت این ماها از قدیم همت گذاشتند، یعنی در واقع به وجود آمدن ماهای حرام تنها به خاطر مراسم حج بوده، یعنی به خاطر اقتصاد بوده. شکی نیست که 3 ماه زمان برای رفت آمد و انجام مراسم حج با این برآورد که فرد عازم حج شتر سوار از فاصله 1 ماه مسافرت تا مکه راه طی کند کاملا کافی می باشد. از این رو ماهای حرام را 3 ماه قرار دادن تا حاجیان بتوانند پشت سر هم در بازارهای خرید و فروش شرکت کرده و شهرهای خود را به شهرهای خود بازگردند و مردم مکه نیز در این فاصله سودهای سرشار خود را از تجارت و داد و ستد در این بازارها به دست آورند. بله. بیش از این گفتم که سودجویی رؤسا به طور اخص و اهالی مکه به طور عام از عوامل به وجود آمدن حج می باشد. به این بازارها در حقیقت تنها خیلی خوب بررسی کرده، در این در جهت تأمین منافع آنها و به خرج خود آنها به راه افتاده، زیرا این خود آنها هستند و تاجران و عرضه کنندگان کالاهای آن نیز می باشند که در این صورت از این دو حال خارج نیست، یا حج را به خاطر برانداختن این بازارها به وجود آوردند یا بازارها را به خاطر حج، که هر دو حالت وجه مشخصه خود را دارد، علت و معلول متعاکس با هم در رابطه متقابلند و حالت مرغ و تخم مرغ را دارد که هر یک میتواند زایده از دیگری باشد. ماهای حرام 4 ماه میباشد، 3 ماه هم پی در پی ذی‌القعده الحرام ذی الحجه الحرام و محرم الحرام و 4 ماه رجب الحرام میباشد که حالت ویژه ای دارد. 3 ماه پی در پی همان ماهای حج میباشند و در قرآن از آنها زمانهای حج ماهای معینی میباشند نام برده شده، که میگه 12 ماه این مجبور به حرکت شد، اون ماه نسی رو حذف کرد، که اعراب آنها را بزرگ میداشتن و جنگ و خونریزی در آنها حرام بود، به گونه ای که حتی اگر کسی در طی این ماها با قاتل پدر یا برادرش روبرو میشد او را مورد مذمت و حذف قرار نمیداد، چنانچه پرسیده شود چرا ماه رجب را نیز حرام دانسته، گفت خواهم گفت شاید به این دلیل که راه برگزاری حج کوچکتر یعنی عمره را برای مردم باز بگذارند تا بتوانند با خیال راحت به حج خود بپردازند، زیرا انجام عمره در فصل حج اصلی نزد مردم دوران جاهلیت جایز نبود، نقض غرض میشد، و از این رو ماه رجب را نیز به ماهای حرام اضافه کردند. حلبی به نقل از سهیلی این گفته ما را تایید میکند. مردم دوران جاهلیت گاهی نیز ماهای حرام را به تأخیر میانداختند و اسلام این عادت آنها را نسی یعنی نسیه به اصطلاح فراموش شده نامیده میشد متوقف و باطل ساخت. فکر میکرد که جای ماهای حرام از آغاز آفرینش یکی بوده، جا به جا میشه. زمخشری در این باره میگوید نسی یعنی واگذاری حرمت 1 ماه به ماه دیگری میباشد، یعنی آنها مردمانی صاحب جنگ و ایلغار بودند و هنگامی که در حال جنگ ماهای حرام می رسید دست کشیدن از
جنگ برای آنان گران می آمد و از این رو آن ماه را حلال و ماه دیگر را به جای آن حرام می زد. یعنی هر سه سال یه ماه اضافه می کردن، ماه ها جا به جا می شد. پینا مسلمون ها پیغمبر اسلام من در رأسش فکر می کردم ماه ها جا به جا شدن، در حالی که برای ثابت نگه داشتن مثلا ربیع الاول ربیع ثانی که یعنی بهار اول و بهار ثانی تقویم شمسی قمری بود. زمخشری همچنین میگوید یک بار این مسئله در کنانه اتفاق افتاد که مردمان فقیر و نیازمند به جنگ و غارت بودند. جناده ابن عوف کنانی که در جاهلیت مرد مقتدری به شمار میرفت در موسم عز سوار بر شتر ندا میداد خدایتان محرم را حلال کرده است، پس آن را حلال کنید و به جنگ میپرداخت. یا میگفت خدایتان محرم را حرام ساخته است، پس آن را حرام بدارید. این آخوندا دیگه، آخوندا هم همین کار را میکنه. قرآن با این آیه این رفتار را باطل ساخت. تأخیر ماهای حرام افزونی کفر است و کسانی که کافر شده اند بدان گمراه میشوند. یک سال آن را حرام کنند و سال دیگر آن را حلال کنند تا با عده ماهایی که خدا حرام کرده مطابق شوند. اونم سوره توبه آیه 37ش بود. گفت ماهای حرام در اسلام. محمد حرمت ماهای حرام را تثبیت کرد و جنگ و خونریزی را در این ماه حرام گردید، ولی برخی بر این باورند که با نازل شدن سوره براءت حرمت جنگ در ماهای حرام ضمن باقی ماندن حرمت ماها شکسته شد، که تناقض آشکار در این گفته میبینیم، زیرا حرمت این ماها حرمت جنگ است. پس چگونه حرمت جنگ با باقی ماندن حرمت ماها نسخ میشود؟ آیا این با عقل سازگار است که حج بماند و ماهای حرام که متمم حج به شمار میروند نسخ شوند، زیرا این ماها حرام اعلام نشدند مگر جهت حرام کردن جنگ، و با این وجود حرمت کعبه و ماهای حرام اعلام نشدند مگر جهت حرام کردن جنگ، و با این وجود حرمت کعبه و ماهای حرام یک بار در زمان خود محمد رعایت نگردید، و از آن روز فتح مکه، آن روز فتح مکه بود که بنا به خواست شخصی محمد آن را به مدت یک ساعت حلال نمود و سپس دوباره بر اساس اقتضای مصلحت اخوندام یاد گرفتن و شرایط پیش آمده پس از حد فتح مکه آن را حرام ساخت. برخی از اصحاب وی طی یکی از غزوه ها حرمت ماهای حرام را حذف نمودند، که خلاصه داستان آن چنین است که روزی پیغمبر گروهی از جنگجویان خود را به سرکردگی عبدالله ابن جهش به منطقه میان مکه و طائف به نام نخله گسیل داشت تا یک کاروان متعلق به قریش را زیر نظر بگیرن، و در میان راه در حین توقفی کوتاه سعد ابن ابی وقاص و عینیه ابن غزوان شترهای خود را گم کردند و این دیگر عقب از دیگران عقب ماندن و عبدالله و دیگر همراهانش در نخله فرود آمدند. الی آخر، این دیگه لازم نیست که داستان جنگ به اصطلاح، من اینجا سخن رو میخوام متوقف کنم، دوباره هفته دیگه اونقدرش هم نمونده داستان حج رو تموم میکنیم و وارد مسئله جهاد میشیم و به اصطلاح شب و روز عزیزان بخیر که تصویر به نظر من نسبتاً کاملی از داستان حج داده.